درود به شما هم میهنه دوست داشتنی که ما رو برای تماشا قابل دونستی و ویدیوی ما رو داری میبینی همکارای من خبرهای دست اولی رو جمع بری کردن که با شما به اشتراک میذاریم توی این روزهای پرهیاه و انسجام بین مردم روز به روز بیشتر میشه و هم میهنان عزیزمون در ایران با هم بیشتر متحد شدن با تهدید دانشجویان به اخراج اونا از دانشگاه موج جدید تجمع در دانشگاه ها به وجود اومده ولی از اون جایی که این خیزش سراسری تمام ابعاد جامعه رو در بر میگیره تاثیراتش روی بازار بورس به صورتی بوده که در ده روز اخیر افراد حقیقی 3650 میلیارد تومان از بورس خارج کردن و این خودش به تنهایی یکی از قلک های رژیم رو داره خالی میکنه همچنین در اوج این روزها درگیری در ایران شهر بین سرکوبگران و معترضین صورت گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن چهارتن تن از مأموران یگان تکابر شده هم شما رو دعوت میکنم که تا انتها با ما همراه باشید قبل از شروع مشروع اخبار این نکته رو یادآوری میکنم که لایک یا کامنت شما زیر این ویدیو به همرسانی و آگاهی رسانی این خبر به دیگر هموطنانمون کمک میکنه و با این کار شما ما رو یاری رسانی میکنید و البته سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنید با ما همراه باشید موج جدید تجمع در دانشگاه ها در واکنش به تعلیق دانشجویان معترض در واکنش به ممنوعیت اعمال شده از سوی حکومت برای ورود تعدادی از دانشجویان معترض به دانشگاه ها، موج جدیدی از بیانیه‌ها و تحصن ها در دانشگاه‌های مختلف شهرهای سراسر کشور به راه افتاده. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی جمعی از دانشجویان در چند دانشگاه در تهران از جمله دانشگاه الزهرا دانشگاه علم و فرهنگ دانشگاه تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کبیر دانشگاه بهشتی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران شمال دانشگاه علامه طباطبایی سر کلاس های درس خودشون حاضر نشدن و در اعتراض به تعلیق گروهی از دانشجویان تحسن کردند دانشجویان دانشگاه بهشتی در تجمع گسترده خود در سحن دانشگاه فریاد آزادی 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 سر دادند آزادی، 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 شوراهای سنفی دانشجویان کشور از تحسن دانشجویان دانشگاه شریف مقابل سردر این دانشگاه در اعتراض به منع ورود تعدادی از دانشجویان خبر داد همزمان با این تحصن ها دانشجویان برخی دانشگاه ها بیانیه هایی رو نیز در محکومیت سرکوب اعتراضات دانشجویی منتشر کردند. به عنوان نمونه در بیانیه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ تهران که روز دوشنبه منتشر شد برخورد وحشیانی حراست حقیر دانشگاه محکوم شده و به مجازی شدن کلاس ها به مدت دو هفته بدون عنوان هیچ دلیلی از سوی هیئت دانشگاه اعتراض شده این دانشجویان از استادان خودشون هم خواستن به این اعتصابات بپیوندند دانشجویان دانشکده معدن دانشگاه تهران هم در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب وحشیانه و دستگیری های گسترده هم کلاسیان خود اعلام کردند تا برآورده شدن تمامی خواسته هاشون از جمله آزادی دانشجویان بازداشتی به اعتصاب و تحسن و تجمع اعتراضی خودشون ادامه میدن دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در بیانیه ای بر تحریم کراس های درس به دلیل سرکوب های فراگیر و خشونت آمیز و بازداشت دانشجویان تاکید کردند. دانشگاه های دیگر شهرهای ایران از جمله دانشگاه آزاد شیراز، دانشگاه آزاد سنندج، دانشکده داروسازی گیلان هم روز دوشنبه صحنه تحسن های جدید بود. این همه مثال جنایت مرگ بر این ولایت و زن زندگی آزادی و با خون ما نوشتیم محسا ما نکشتیم از جمله شعارهای سرداده شده در این دانشگاه ها بود و دانشجویان داروسازی گیلان در رش نیز با گرفتن دستهای یکدیگر ترانه یار دبستانی رو در محبتی دانشگاه همخانی کردند. در دانشگاه مدنی آذربایجان در تبریز نیز دانشجویان در اعتراض به بازداشت آرمیتا پابیر دانشجوی زیستشناسی سلولی مولکولی روز دوشنبه تجمع کردند دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در حمایت از دانشجویان بازداشتی و در همراهی با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در محبتی دانشگاه دست به تجمع زده و شعار توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد و هیز توی هرز توی دختر آزاد منم سر دادند. موج جدید تحسنها ها و تجمع های دانشجویی در ایران در حالی که روز شنبه حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران دانشجویان را تهدید کرد و تعداد دانشجویانی را که به قول اون پژواک صدای دشمن شدن اندک دونست اون تهدید کرد ای دانشجویان و جوانان به گوش باشید که ملت ایران پذیرای این حرکات و حدک که حرمت ها و ارزش ها نخواهند بود اما تجمع های گسترده و پیاپی دانشجویان در روزهای یکشنبه و دوشنبه حاکیه که این تهدید فرماندی سپا همچون سرکوب های بیش از چهه روز گذشته تأثیری در تداوم اعتراضهای های دانشجوی نداشته صدور کیپرخاس برای هزار معترض دستگیر شده در اعتراضات تهران علی القاسی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد تا کنون حدود هزار کیپرخاس برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده القاسی مهر روز دوشنبه نهم آبان با آشوبگر و اختشاشگر خواندن این معترضان افزود دادگاه آنان در هفته جاری به صورت علنی در دادگاه انقلاب برگزار میشه اون گفت ادادی از این افراد هم دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جر یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم هستند هفته گذشته هم علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود برای 315 متهم به دلیل دست داشتن در آنچه که آشوبهای اخیر در پایتخت خان کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت صادر شده اون افزود که چهار نفر از این معترضان به محاربه متهم شدند بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم افرادی که به محاربه محکوم میشن اعدامه این کیفرخواست ها در حالی صادر میشه که روند قضایی برای این بازداشت شدگان شفاف نیست و از وضعیت فراهم کردن حق وکیل برای اونا هم خبری در دست نیست علاوه بر تهران خبرگزاری قوه قضایی اعلام کرده که تا کنون که فرخواست 25 پرونده در کرمان 89 پرونده در استان سمنان 119 نفر در استان زنجان 105 پرونده در استان خوزستان 55 نفر در استان قزوین 110 نفر در استان کردستان و 210 متهم در استان البرز در ارتباط با اعتراضات سراسری جاری در ایران صادر شده جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق کل بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رو اعلام نکرده اما سازمان های حقوق بشری این آمار رو هزاران نفر دونستن. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه نهم آبان با انتشار ویدیویی از محکومیت به اعدام پسرش در تنها جلسه برگزار شده دادگاه اونم بدون حضور و وکلای پرونده و خانواده خبر داد. کرده اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو قریب گیر آوردن بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن آیا این عدل اسلامیه تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم اجرا کنن خواهش میکنم خواهش میکنم ما رو کمک کنید ویدیوی استمداد مادر این معترض دو روز پس از اون منتشر شد که خبرگزاری قوه قضایی هر برگزاری جلسه محاکمه شش شهروند معترض از جمله محمد قبادلو در روز شنبه هفتم آبان خبر داده مادر محمد در پیام خودش میگه پسر 22 سالش رو در یک جلسه بدون حضور خانواده و وکیلش محاکمه و به اعدام محکوم کردن و میخوان با همین سرعتمون اعدام کنن قوه قضایی اتهام چند شهروند بازداشت شده رو محاربه و افساد فعل ارز اعلام و ادعا میکنه که محمد قبادلو از طریق زیر گرفتن ماموران با خودروی سواری پیکان در ربات گریم عامل قتل یک مامور به نام وحید کرمپور حسنوند و مجروح شدن پنج شهروند پلیس شده این در حالیه که امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو روز گذشته با انتشار رشته توییتی مستند ضمن انتقاد از برگزاری دادگاه علنی بدون حضور وکلا و خانواده برخی ایرادهای حقوقی قانونی ذکر شده در دفاعیات موکلش رو منتشر کرد. این وکیل دادگستری در رد اتهام موکل خودش علاوه بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مأمور فوت شده ویدیویی را از سخنرانی مراسم رسمی تشریع وی منتشر کرده که در اون روایت قتل این مأمور با اونچه در پرونده محمد قبادلو ذکر شده تناقض داره آقای رئیسیان همچنین با انتشار تصویر یک نامی قضایی که در اون بر رسیدگی به قید فوریت و پیگیری برای تسریع در صدور و حکم بدوی و تجدید نظر در این پرونده تاکید شده نوشته شاید دلیل این همه شتاب در محاکمه بدون حضور وکیل این مکاتبه باشه که تکلیف رو از ابتدا تا انتهای پرونده مشخص کرده و به منزله اینه که نتیجه تحقیقات مقدماتی دادسرا پیشاپیش مشخصه در جریان برگزاری جلسه شش شهروند معترض که به ریاست قاضی سلواتی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد علاوه بر محمد قبادلو سامان سیدی به محاربه و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ابوالفضل مهری به حسین حاجیلو به مقابل با حکومت اسلامی محسن رضازاده قراقولو به محاربه و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و سعید شیرازی به افساد ارز متهم شدند قوه قضایی در حالی برگزاری این محاکمه را علنی خون که به اعضای خانواده به همچنین وکلای این متهمان اجازه حضور در جلسه را نداده اتهامات مطرح شده از جمله اتهاماتی که میتونه منجر به صدور احکام سنگین و یا اعدام بشه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعتراضات سراسری گذشته از جمله آبان 98 نیز شماری از معترضان را به چنین اتهاماتی محاکمه کرده محاکمه این شش شهر شهروند در حالی صورت گرفته که همزمان خبرگزاری قوه قضایی اعلام کرده تا کنون که فرخواست 25 پرونده در کرمان، 89 پرونده در استان سمنان، 119 نفر در استان زنجان، 105 پرونده در استان خوزستان، 55 نفر در استان قزوین، 110 نفر در استان کردستان، 315 نفر در استان تهران و 21 متهم در استان البرز در اتهامات با اعتراضات سراسری جاری در ایران صادر شده. علا بازداشت هزاران نفر تا یه نزدیک به پنجاه روز گذشته در جریان سرکوب اعتراضات سراسری این اعتراضات تا شامگاه دیشب نیز به طور پیوسته و در نقاط مختلف کشور ادامه داشته در یک درگیری در ایران شهر یک معمور کشته و سه معمور زخمی شدند. احمد تاهری فرماندی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک معمور پلیس و زخمی شدن سه مأمور دیگر در یک درگیری در این استان خبر داد. اون روز دوشنبه نهم آبان اعلام کرد که این درگیری میان معموران یگان تکاوری 112 امار ایران شر با یک گروه مسلح در محورهای مواصلاتی در حوالی روستای خیرآباد از تبابه شهرستان ایران شر در استان سیستان و بلوچستان روی داده. او این گروه رو یک گروه تروریستی خوند و افسود که در این درگیری یکی از اعضای این گروه هم کشته شده. فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان نام معمور کشته شده رو محسن رضایی اعلام کرد و گفت که اون در انفجار خودروی یگان تکاوری کشته شده. تاهری جزئیات بیشتری از افرادی که با نیروهای انتظامی درگیر شدن ارائه نکرد اما گفت که تلاش برای دستگیری دیگر عاملان ادامه داره. مقام های جمهوری اسلامی بارها از درگیری نیروهای خودشون با گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در مناطق مرزی به ویژه در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان خبر دادند اما درگیری اخیر در حالی رخ میده که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به سرکوب اعتراضات مردمی از جمله در استان و سیستان و بلوچستان پرداختند در همین حال روز دوشنبه احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که نوع عملکرد نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان هزینه به کشور تحمیل کرد و بیاعتمادی رو به وجود آورد اون خبر داد که الان شکایاتی از عملکرد مأموران نیروی انتظامی در یک ماه گذشته وجود داره که این شکایات از جمله مربوط به خساراتی هست که نیروی انتظامی به اموال مردم در این مدت وارد کردند بیگی تاکید کرد که در این زمینه اسناد و مدارک و تصاویر و مستنداتی در اختیار داره عزیزان خیلی ممنونیم که تا انتهای این بسته خبری با ما بودیم امیدوارم که زودتر آزادی کشور عزیزمون رو با هم جشن بگیریم پس به امید آزادی بدرود